گسترش زورگیری و افزایش سرقت‌های خشن همزمان با فقر روزافزون در ایران به درجه نگران کننده ای رسیده، به طوری که این روزها تقریبا هر روز اخبار و تصاویری از زورگیری، خفتگیری و سرقت مسلحانه در رسانه ها منتشر میشه. افشار سیگارچی و جزئیات بیشتر. انتشار چندین ویدیو از زورگیری خشن از مردم در هفته‌ای که گذشت واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و حس ناامنی شدیدی در میان شهروندان به وجود آورده. در سال‌های نچندان دور چنین اتفاقاتی در کوچه‌های خلوت و تاریکی شب رخ می‌داد، اما در این روزها شاهد هستیم که در روز روشن در پر رفت و آمدترین خیابان‌های شهر زورگیرها بدون ترس در نبود پلیس و حضور شهروندان نظاره‌گر به راحتی زورگیری می‌کنند. زورگیری‌هایی که به مراتب ترسناک‌تر و خشن‌تر می‌شن. بهمن 91 بود که در پی انتشار یک فیلم زورگیری حکومت دو نفر رو اعدام کرد و بعد از اون مدعی کاهش این قبیل جرائم شد، اما واقعیت جامعه نشون میده از افزایش روزافزون این گونه جرائم. در بزرگراه نیایش هم زورگیری که صورت گرفت برای اون فرد محاربه رو در نظر گرفتن که احتمالاً حکم اعدام رو دوباره داشته باشه. حالا دوباره همون روش به نوعی میشه گفت که در دستور کار قرار گرفته، برخوردها و مجازاتهای نظیر اعدام. فرمانده انتظامی پایتخت ایران تهران هم از شروع طرح ضرباتی پلیس برای مقابله با سرقت‌ها خبر داده. بیشتر برخوردهایی که با زورگیرا صورت میگیره بر اساس ویدیوهایی که از اونها منتشر میشه، اما سوال اینه که اگه مردم از یک سرقت فیلم برداری اون رو در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر نکنن، پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تا چه حد توان مبارزه و مقابله با این خلافکارا و بزهکارا رو دارن؟ صرف نظر از بحث برخوردهای امنیتی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سوی دیگر ماجرا رو در نظر نگرفته. این موزل اجتماعی و بزهکاری اینچنین از دل فساد سیستماتیک بدنه حاکمیت، گسترش حاشیه نشینی، دزدی و اختلاس ها و کمتر شدن توان معیشتی شهروندان نشأت میگیره. ریچارد روزنفلد، استاد جرم شناسی در دانشگاه میسوری سنت لوئیس، در گفتگوی با اینسایدر بالا رفتن قیمت ها و تورم رو از دلایل بسیار مهم و جرقه افزایش شدید دزدی، سرقت و حتی قتل عنوان میکنه. خلاصه اینکه به قول یک کاربر در توییتر که فیلم زورگیری خشن از یک موتور سوار رو منتشر کرده، زندگی کردن این روزها تو ایران خیلی ترسناک شده. بر اساس آخرین آمار منتشر از سایت‌های درون ایران گفته میشه که میزان سرقت در ایران در 5 سال گذشته 4 برابر شده، اما گویا نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگری رو در دستور کار دارند.